And in addition, the court questioned the credibility and the sources and the relevance of the evidence. پروفسور تنتر در توضیح بخش واقعیت و تحقیقاتش در ارگانهای مختلف اطلاعاتی آمریکا توضیح داد: من شخصاً و با نگرشی منفی همه مدارک را جستجو کردم و هیچ چیز علیه مجاهدین پیدا نکردم. مرکز ملی ضد تروریستی آمریکا یک سیستم ردیابی جهانی دارد که نسخه های محرمانه و غیر محرمانه مدارک در آنجا موجود است. منبع دیگر، اطلاعات اینترنتی ردیابی جهانی در وزارت امنیت داخلی آمریکا در دانشگاه مریلند است که یک منبع بسیار بزرگ می باشد. و سومین منبع اطلاعات جهانی تروریستی دولتی است. در بررسی تمامی این منابع از سال 2001 تا به حال هیچ مدرکی که بر اساس آن ثابت شود سازمان مجاهدین در عملیات تروریستی شرکت داشته یافت نشده است. به گفته یکی از دوستان از سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، این فقدان حتی یک مدرک برای اثبات اتهام خودش مدرکی است برای باطل شدن اتهام. نرجهت هرچه سخت‌تر بگردیم که من گشتم و با تیشه و تبر تحقیق کردم، هیچ چیزی یافت نمی‌شود. من که این حرف را می‌زنم به عنوان یک پروفسور در دانشگاه استنفورد، دانشگاه میشیگان و دانشگاه جورجتاون، برای شهرت و اعتبارم بسیار اهمیت قائلم و روی آن ریسک نمی کنم. We looked also at public electronic databases, and one of the things that one of our bottom line points here is that the absence of evidence of terrorist capability, terrorist intent, and participation in terrorist incidents. There's nothing there. We looked as hard as we could in an objective way, and there's simply nothing there. And in the book, all the tables are presented, so therefore someone else can check our results. As a professor at Stanford, the University of Michigan, Georgetown now, I have to maintain my credibility, so I publish data. Professor Tanter در نتیجه‌گیری خود اضافه کرد: قانون و واقعیت در مورد خروج سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست با هم همراه هستند. پس مخالفان این کار بر چه چیزی تکیه دارند؟ در یک کلام، بر سیاست. این فقط نتیجه‌گیری من در اختتامیه نیست. این نامگذاری بر اساس مدارک مستحکم و موجود در زمان فضیحت ایران گیت متولد شد. ما به اسناد جلسات کنگره در اون زمان مراجعه کرده ایم که بیانگر ارتباطات دیپلمات‌های آمریکایی با رژیم ایران از یک طرف و برچسب زدن به سازمان مجاهدین خلق ایران از طرف دیگر بود. کسانی که اکنون با خروج سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست مخالفت می‌کنند، در یک دور باطل به دور خود می‌چرخند. هیچ کدام از آنان این تحقیقات را انجام ندادند. گری سیک پروفسور در دانشگاه کلمبیا است، اما حتی به اندازه یک الف هم در مورد سازمان مجاهدین یا وزارت اطلاعات و امنیت ایران یا هر گروه مخالف دیگر ایرانی تحقیقات نکرده است. The law and facts are converging for removing the terrorist designation of the NEK. What are the opponents relying on? Politics. And this is not just by inference that I'm making this conclusion. We're making this conclusion on the basis of solid evidence from the Iran-Contra affair. When the designation was first born, we looked at congressional testimony of American diplomats linking engagement with the Iranian regime on one hand with listing the MEK as a terrorist organization on the other hand. پروفسور تنتر در مورد پیامدهای خروج مجاهدین از لیست گفت: خارج کردن سازمان مجاهدین خلق